اختراعات زیادی تو دنیا شده. بعضی ها خوب، بعضی ها بد. بعضی از اون خوب ها به قدری مؤثر بودن که زندگی انسان ها رو تغییر دادن. تغییرات خیلی عظیم. تو این برنامه میخوایم بدونیم مؤثرترین اختراعات بشر در طول تاریخ کدام ها بودن. اختراعات باستانی مثلا مثل چرخ خیلی مؤثر بودن، ولی نمیدونیم کی اختراع شده و کی اختراع کرده و همینطور کجا اختراع شده. برای همین میخوایم اختراعات مؤثری که ثبت شدن رو بشناسیم. از قدیمی‌ها شروع میکنیم. در سال 1450 میلادی یکی از مؤثرترین اختراعات به ثبت میرسه، اونم توسط این آقا یوهانس گوتنبرگ. اون پرینتینگ پرس یا دستگاه چاپ فشاری رو اختراع کرد، دستگاهی که باعث شد مردم دنیا خیلی باسوادتر بشن. تا قبل از این همه کتاب ها دست نویس بود و یک آدم معمولی هیچ موقع نمیتونست یک کتاب بخره چون خیلی گرون بود، ولی این اختراع کاری کرد که کتاب فراوون و ارزون بشه. از اون به بعد روز به روز این اختراع پیشرفته تر شد و کتاب ها با کیفیت تر و ارزون تر شدن. دیگه خودتون میدونید امروزه به کجا رسیده. اختراع خیلی مؤثری بود، ولی حتما مؤثرتر از اینم هست. اختراع مؤثر بعدی لامپ. اینو دیگه همه میدونن که توماس ادیسون اختراع کرده. البته امروزه خیلی ها مخالفن و میگن نه این ایده تسلا بوده، ولی به نام ادیسون به ثبت رسیده، اونم در سال 1879 میلادی. تا قبل از اختراع لامپ نور با شمع و فانوس و مشعل تامین میشده، اما لامپ باعث میشه که نور یک تغییرات اساسی بکنه. قبل از اینکه لامپ اختراع بشه، فانوس تو دنیا حرف اولو میزد که یک نفرم از کنار این فانوس پولدارترین مرد دنیا میشه، جان دی راکفلر، که کلیپش در چیزومیز هست. اون از نفت خام نفت سفید میسازه، چیزی که برای ریختن توی فانوس در کل دنیا فروش بالایی پیدا میکنه. اما ادیسون با این اختراعش چوب میذاره لاچرخ راکفلر و ارزش فانوس و نفت سفید رو میاره پایین تر. البته برای راکفلر دیگه مهم نبود، اون بار خودشو بسته بود و انقدر شرکت های مختلف داشتش که دیگه شرکت نفت سفیدش واسش مهم نبود. البته یک چیز دیگه هم که این اختراع برای راکفلر مهم نبود این بود که همون فردا مردم لامپدار نشده. اول از همه باید تو یک شهر یک کارخونه برق بزنی، بعد تیمکشی کنی به خونه ها و مغازه های مردم، بعد تازه لامپو ببندن نورشو بگیرن و فانوسو بذارن کنار. و تازه تو قرن 20 که لامپ فراوون میشه، اونم اول تو شهرهای آمریکا، نه همه جای دنیا. لامپ هم مثل اختراع چاپ فشاری گوتنبرگ روز به روز پیشرفت کرده، ارزونتر شده، فراوونتر شده و دیگه الان هم میبینید که به کجاها رسیده. خب، یک اختراع مؤثر دیگه. 6 سال بعد از اختراع لامپ توسط ادیسون یا تسلا، اولین اتومبیل جهان به حرکت در میاد. شخصی به نام کارل بنز در سال 1885 اولین خودرو رو میسازه. کارل بنز در اصل اسبو از درشکه باز کرد و یک موتور گذاشت رو درشکه، نیروشم وصل کرد به چرخ درشکه. اون وقتی این درشکه خودران رو اختراع کرد، خودش دوست نداشت بشینه پشتش آزمایش کنه، برای همین به همسرش گفت بپر بالا. خانومی به نام برتا بنز میشینه پشت این درشکه که به عنوان اولین راننده دنیا به ثبت رسیده. قابل توجه آقایونی که فکر میکنن خانوم ها تازه رانندگی یاد گرفتن. با همین ماشین آقای کارل بنز میریم سراغ اختراع بعدی، تلفن. قبل از تلفن تلگراف اختراع شده بود که کل تاریخچش تو چیزومیز هست. تلگراف برای دهه ها حرف اول تو دنیا میزد، اما تلفن تلگراف رو پرت کرد گوشه رینگ.
در سال 1876 یک مخترع اسکاتلندی به نام الکساندر گراهام بل اولین تلفن رو اختراع میکنه. اون قبل از اینکه شروع کنه به اختراع تلفن، اصلاً باور داشت که صدا تو میتونی از طریق سیم جابجا کنی. بعضیا به حرف اون میخندیدن و میگفتن چطوری ممکنه، مگه جادوگری؟ بالاخره اون موفق شد و اسم این اختراعش هم گذاشت هارمونیک تلگراف، یا به فارسی تلگراف هارمونیک. اون اولین انتقال صدا رو به وسیله سیم عملی کرده بود. شاید باورتون نشه، سیمی که کشیده بود تو دفترش از یک اتاق به اتاق بغلی بود. اون یک دستیار داشت به نام توماس واتسون و بهش گفت برو تو اون اتاق ببین صدای منو میشنوی؟ و اولین جمله‌ای که از سیم عبور کرد این بود: Mr. Watson, come here. یعنی آقای واتسون بیا اینجا. Watson, come here. I want to see you. وقتی واتسون به حرف این میاد تو اتاق بغلی، گراهام بل باورش نمی‌شد که این شنیده. تلفن اختراع شده بود و مثل بقیه اختراعات مؤثر دیگه روز به روز پیشرفت کرده و الانم به جایی رسیده که خودتون می‌دونید. یکی دیگه از مؤثرترین اختراعات دنیا رادیو بوده که میگن این آقا اختراع کرده، مارکونی ایتالیایی. اما خیلی ها اینو قبول ندارن و میگن این اختراع نیکولا تسلاست که مارکونی زده به نام خودش. شاید بگین رادیو که چیز مهمی نیست، ولی باید بدونید که همین دستگاه باعث انتقال بی سیم صدا شد و خیلی سریع دنیا رو به هم متصل کرد. چون سیم احتیاج نداشت، یک آنتن وصل به مرکز. یکی از مهمترین اختراعات بشر در طول تاریخش اینه: تراکتور. وسیله ای که تو تولید مواد غذایی انقلابی به پا میکنه. قبل از تراکتور کشاورزی به این راحتی ها نبوده، زمین های کشاورزی به این بزرگی نمیتونسته باشه، اما تراکتور همه اینها رو عملی میکنه. شخصی به نام جان فرولیک آمریکایی که در ایالت آیوا آمریکا زندگی میکرد، اون و خانوادهش کشاورز نبودن، اما ایالت آیوا یک ایالت کشاورزیه و 90% زمین‌های کشاورزیش زیر کشت ذرت و سیب زمینیه. با وجود اینکه این ایالت پر کشاورز بود، اما زمین‌ها کوچیک، محصول کم، زحمت کشاورزها خیلی زیاد و جان همه اینها رو می‌دید. زمان می‌گذره و جان وارد دانشگاه آیوا میشه. با وجود اینکه رشته دانشگاهیش نه مهندسی بود نه مکانیکی، اما جان عاشق دستگاه‌های مختلف بود. چون انقلاب صنعتی در جریانه و جان هم داره بزرگ میشه. اون تحصیلاتش تموم میشه و برمیگرده خونش و تو یک آهنگری نزدیک خودشون یک شغل میگیره. اون یه جورایی ذاتاً مهندس مکانیک بود و از فنی خیلی خوب سر در می آورد. و هر دفعه از جلوی این کشاورز رد میشد و میدید با مشقت دارن زمین ها رو شخ میزنن، به این فکر میافتاد که چطوری میشه این کار رو راحت تر کرد. قبل از اینکه تراکتور رو اختراع کنه، چیزهای مختلفی میساخت که ربطی به کشاورزی داشت، مثلا مثل کلنگ و خیش و از این چیزا، اما زیاد مهم نبودن. زمان میگذره و جان بزرگتر میشه، به طوری که میرسه به سن 43 سالگی، ولی در تمام این مدت در مورد سختی کشاورزا فکر میکرده. اون یه روز تو فکرش یک جرقه میزنه و میگه یک خودرو رو که به تازگی اختراع شده برمیدارم، قوی ترش میکنم که بتونه روی زمین کار کنه. جان ایده خودرو رو برمیداره و تبدیلش میکنه به اولین تراکتور دنیا که اینه، یک تراکتور کوچیک اما منجی کشاورزا. اشتباه کردیم، منجی کشاورزا نشد، در اصل منجی مردم جهان شد. این دستگاه گرسنگی رو به شدت آورد پایین. کشاورزی رشد کرد، محصولات فراوانتر شدن و گرسنگان دنیا کمتر و کمتر شدن. برای همینه که این دستگاه یعنی تراکتور به عنوان یکی از مؤثرترین اختراعات دنیا به ثبت رسیده. حالا این همه اختراع
با چی میخوایم تو دنیا اینور اونور بریم؟ با ماشین که خیلی جاها نمیشه رفت، کشتی هم که خیلی طول میده، پس باید دنبال یک اختراع مؤثر دیگه باشیم. هواپیما. برادران رایت در سال 1903 اولین هواپیما رو به پرواز درآوردن. برادران رایت این اختراع رو کردن و دنیا رو زیر رو کردن. از بعد از این اختراع، هر کسی یه مقدار فنی بود و مهندسی سرش میشد، شروع کرد هواپیما ساختن. که مهمتریناشون رو الان میشناسید. همین لاکهید بود و بوئینگ که کلیپ هر دوتاشون تو چیزومیز هست. اینقدر آدم ها افتادن تو این کار که در عرض 20 سال صنعت هواپیما سازی به شدت پیشرفت کرد. پیشرفت هواپیما رو از خودرو بیشتر میدونن چون خیلی مهمتر بود و دولت‌های دنیا هم پول می‌ریختن و سرمایه‌گذاری می‌کردن. برای همین صنایع هواپیماسازی آمریکا یک سر و گردن بالاتر از خودرو رشد می‌کرد. همین فناوری وقتی رسید به جنگ‌های جهانی، رقابت و رشدش سریع‌تر شد و وقتی وارد جنگ سرد شدیم، رشدش دیگه سوار موشک شد و رفتش بالا که امروز هم می‌بینید به کجا رسیده. واقعیت اینه که از زمانی که جنگ سرد تموم شد و شوروی فروپاشید، رشد تکنولوژی این چیزا هم یه مقدار افت کرده. واقعا اگر الان جنگ سرد بود، لاکهید مارتین دیگه بالاترین محصولش F-35 نبود. حتما الان F-99 داده بود بیرون و شوروی هم از اون ور سوخوی 97 داده بود بیرون. همین جنگ سرد و بودجه‌های نظامی باعث خیلی اختراعات مفید شده که بیشترشون تو ارتش آمریکا اتفاق افتاده. کاری نداریم که جی پی اس و ماکروویو و خیلی چیزهای دیگه تو ارتش درست شده. اما بودجه کلون نظامی ها یک چیز دیگه هم درست کرده که واقعا در دنیا مؤثر بوده و اون همینیه که من دارم از طریقش با شما صحبت میکنم. اینترنت. دوتا دانشمند به نامهای باب کان و وینتون کرف از طرف دولت آمریکا مأموریت پیدا کرده بودند که برای ارتباط پایگاه‌ها و نظامیان آمریکا روشی درست کنند که اطلاعات به راحتی رد و بدل بشه. این دو در سال 1973 در اصل اینترنت رو اختراع می‌کنند. البته نه اینترنت به شکل امروز. اونا موفق شدن که چند تا کامپیوتر رو به هم متصل کنن که اطلاعات توشون رد و بدل بشه و همین شد پایه اینترنت جهانی. اما سالها بعد از این تاریخ، یعنی 20 سال بعد در سال 1993، تازه اینترنت معرفی شد به جهان. تا قبل از اون هر کسی نمیتونسته ازش استفاده کنه. طرفداران تئوری توته در این موردم بیکار ننشستن. اونها میگن آمریکا به خاطر این 20 سال اینترنت رو به دنیا دیر معرفی کرد، برای اینکه شوروی نتونه ازش استفاده کنه. اما وقتی شوروی در سال 91 فروپاشی کرد، دیگه مشکلی نبود که اینترنت جهانی بشه و در سال 93 شروع شد. یک اختراع مؤثر دیگه میدونید چیه؟ اختراعی که اگر نبود، ماشین ها هم اینقدر پیشرفت نمی‌کردن. آسفالت. اینجا شهر نیوآرک نیوجرزیه، شهری که برای اولین بار یک خیابونش آسفالت میشه، اونم در سال 1870. یک شیمیدان آمریکایی به نام ادوارد دسمت که توی همین شهر ساکن بود، آسفالت رو با قاطی کردن مواد مختلف نفتی و در اون زمان یه مقداری سیمان اختراع کرد و دنیا رو وارد مرحله جدیدی کرد. امروزه میگن اگر آسفالت نباشه، این ماشین های پرسرعت هم به درد نمیخورن. شاید بگین خب جاده ها رو بتون میکردیم، اما بتون اصلا مثل آسفالت جوابگو نیست، چون آسفالت یه مقداری خودش انعطاف داره و ماشین خیلی روونتر روش حرکت میکنه. اینهایی که اینجا گفتیم به عنوان مؤثرترین اختراعات دنیا شناخته میشه. به نظر شما تو این اختراعات مؤثر کدوم یکی هاشون از همه مؤثرتر بوده؟